بینندگان گرامی یو اس ایران تی وی، اجازه بدید که از تهران بزرگ با هوای گرم و آفتابی به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هم میهنانم در سراسر جهان. امروز جمعه هست، اول ماه جولای 2022 و برابر است با 10 تیر 1401 خورشیدی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما رو میبینید و یا صدای ما رو میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه. دوستان، چند روزی در خدمتتون نبودم. خیلی از دوستان میپرسیدن برنامه چی شد، اخبار چی شد، گفتار چی شد، کجا هستی. دوستان، من سرگرم 2-3 چیزای خوب بودم که هم خدا رو شکر تا الان نتیجه خوب داده. اولا به شما یه خبر خوب بدم. یادتونه مدت ها بود ما دنبال یک آپارتمان در تهران بودیم که دوستا بتونن وقتی میان اینجا بتونن از این آپارتمان استفاده کنن. خوشحالم که به شما بگم الان این آپارتمان رو در اختیار گرفتیم در یک جای خوب. یه آپارتمان 2 خوابه در اختیار ما ایران دوستان هست، یعنی من خودم شخصا این کاری کردم، البته با کمک دوستان. میگم خدمتتون که جریان چیه. خب، کسی که میخواد از این آپارتمان استفاده کنه حتما جز لیست ما باید باشه. شما باید عضو بشید، حق عضویت داره. وقتی حق عضویتتون رو دادید از اون موقع تا حال میتونید هر موقع باشه از این آپارتمان استفاده کنید. البته پول باید بدین. دوستایی که الان جلسه بسته بودن گفتن که روزی $50 چارج میشن، یعنی کسی که میخواد بیاد اونجا مثلا یه هفته روزی $50 میده. و اما دوستان، ما الان یک چیزی کم داریم و اینو نداریم. برای اینکه ما یه سری کارا رو این برانور انجام بدیم، من یه نفر استخدام کردم ولی به یه ماشین احتیاج داریم. ماشینم اینجا گرونه و منم پولی ندارم برای ماشین. حالا شما میتونید کمک کنید برای خرید این ماشین. یه ماشینی که من دیدم خیلی خوبه، اون تو دست و بوم دیگه، ولی جادار، قشنگ، عالی. این قیمتش 250 میلیون تومان قیمت این ماشینه. اون ماشین هم در اختیار ما باشه وقتی دوستان میخوان بیان از آپارتمان استفاده کنن. هر موقع ماشینی باشه ما در اختیارشون میذاریم با دستیاری که میتونه کارا رو انجام بده. البته اونم ممکنه برای شما یه هزینه کوچیکی باشه، ولی خب به هر حال دیگه مطمئنیم دست ماست، مال ماست و شماها که از خارج از ایران میایید قشنگ میتونید با خیال راحت هم از آپارتمان استفاده کنید. اونایی که جا ندارن یا نمیخوان خونه فامیل برن، خلاصه قبلا داستاناش بهت گفتم، حالا در برنامه هاینده هم توضیح بدم. برای این یه موفقیت. بنابراین ایران دوستا هر موقع بخوان میشه، فقط باید اراده کنیم، یک کمی زحمت، بدو بدو همه چی عالی داره پیش می. یه چیزی دیگه هم اتفاق افتاد. حالا قبل از اینکه بپردازم به خبرهای اصلی، میدونی که من چند سال پیش اپلای کرده بودم، درخواست کرده بودم برای کارت ملی. کارت ملی من حاضر شده مال 5-6 سال یا بیش از 6 سال پیش و حتی وکالت داده بودم به برادرم بدن، بعدم به کسی نمیدادن که باید خودش بیاد. حالا چیزی که میخوام به شما بگم، تکنولوژی اینجا اینقدر پیشرفته است. من رفتم ظرف 5 دقیقه بیشترم اونجا طول نکشید، کافیست که انگشتامو گذاشتم رو اون دستگاه، بلافاصله تشخیص داد که این منم. اصلا نه از من کارت شناسایی خواستن، هیچ. اون تشخیص داد که این منم، اسمم، عکسم، همه اومد بالا. کارت من رو در آورد، داد دست من، 5000 تومان. باورتون میشه 5 دقیقه بیشتر. کاش که تمام ادارات ایران مثل این کار بکنه. چون بعضی جاها مثلا میره بانک، میره مثلا بیمارستان فلان، یه دفعه میگه مشتری یا مراجعه کننده اونجا وایساده، طرف با تلفن حرف میزنه، مسائل شخصی. این برای ما غیر قابل قبولی. چرا؟ برای اینکه ما از جایی اومدیم اینا نیستش. امریکا اجازه نمیده طرف از وقتی که وارد اداره میشه باید کار کنه تا آخر، حق تلفن شخصی نداره. یه نفر شکایت بکنه یارو کارش از دست میده.
ولی در ایران ما اینا نداریم. تنها مشکل ایران دست خود ایرانی هاست و این مشکل خود ایران، هیچ کسی نمیتونه مگر اینکه خودشون اراده بکنن، هر چقدر قانون از فلان رسیدگی نمیشه. این دو تا چیز در یه جا میبینی، مثل ساعت انگشت میذاری یارو کارت ملی تو میده، در یه جای دیگه ساعت ها با میسه تا یارو کارت انجام بده. این چیزایی که ما داریم، به هر حال اینا همه به نظر من موفقیت. و اما برگردیم به اصل داستان خبر. دوستان دارت هم اولا قبل از اینکه اینو پخش کنم، در رابطه با همین موضوع، خب یکی از ایران دوستا از سوئد برای من مطلبی فرستاده، بد نیست که اینو بشنوید تا من بپردازم به خبرهایی که براتون در نظر گرفتم. به نام مرتضوی، درود بر شما. از سوئد تماس میگیرم، هماین حکیمی هستم. یه بارم ویدیو براتون فرستاده بودم از ترانم. سخنان شما رو از ایران میشنوم، لذت میبرم. من خواهش میکنم اگر دوست داشتید، فکر میکنم خیلی برای که صحبت رو منطقی انجام بدیم، گفته های شما رو من منتقل میکنم به دوستانی، میگم بابا این آقا خودش از آمریکا اومده، بعدش اینطوریه، از درد ما اینجا تو ایران خبر نداره، معلومش خوش میگذره. ولی جناب مرتضی، من یه صحبتی دارم، حالا اگه دوست داشتید میتونید صحبت من عیناً پخش بکنید. بنده در سوئد بعد از بروز کرونا ظرف مدت 2 ماه ورشکست شده، یک رستوران اینو که تازه 4 ماه بود باز کرده. شما در ایران تشریف میبرید، یعنی چون خب مشتری نبود دیگه، شما در ایران تشریف میبرید، مثل خارج که نیستش که اینجا تو اروپا حتما شما میدونید اینجا سنترون داریم، مرکز شهر هست، مثل دامتان آمریکا و کانادا، همه رستوران مغازه ها اونجا هن. اینجا مثل ایران نیست، تو هر کوی و برزن شما به نوایی باشه و گل فروشی باشه و قنادی باشه و نمیدونم کاربار فروشی باشه و همه چی باشه. انصافاً خداییش فیلم هایی که از ایران برای من میاد، از جنوب شهر تا بالای شهر، از غرب شهر تا شرق شهر و تمام شهرهای ایران، قدم به قدم جگرکی، آب میوه، بستنی، آجیل، نمیدونم گل فروشی، شیرینی فروشی، شما نگاه میکنین همه اینها برای خودشون اولا باز هستن، پس ما مشتری داره دیگه، بازه طرف زیر فله داره جیگرکی زده، ولی دوتا شاگرد هم داره. بنده رستوران داشتم، نمیتونستم پول شاگرد حتی بدم، خودم باید کار میکردم، 7 روز هفته، روزی در واقع 15-16 ساعت باید اونجا میبودم. چطور میشه مردمی نداشته باشه ولی رستورانش پر باشن؟ چطور میشه ملتی نداشته باشه ولی هر روز این غذاهای جدید رو توی اینترنت میذارن تبلیغ میکنن مردم بیان بخورن؟ نمیگم مردم مشکل ندارن، ولی مردم ما فکر میکنن اون چیزی که اونها دارن مشکل، واقعا فکر کنم تو خارج ما مشکل نداریم. شما یه آخه نمیدونم، یه چیزی که برام جالبه، امروز چرا که این همه گوگل، شما خبرها رو تو گوگل میتونید بخونید. آقا گوگل کنید یک اروپایی سالی چند بار مسافرت میتونه بره. والا تو تهرانش رو من خبر دارم، تو شهرستانش رو خبر دارم، هر آخر هفته آقا یا شما نه یا تو شهرستان میرن، دهات اطراف میرن، به هر حال میرن یه خوشگذرونی، به هر حال میرن یه به قول معروف استراحت و به یک آسایش و ریلکسیشن میرسن. ما اینجا فقط داریم کار میکنیم، فقط داریم مالیات میدیم، به یک سری میگیم 55% میخندم، این سواد ندارم، تازه اومدن اینجا فکر میکنم مالیات همونی که فقط حقوقشون برمیدارن، حالا 33% 30% نگاه نمیکنن هر جنسی که میخرن چقدر مالیات بالاش میدن، بنزین میزنن چقدر مالیات بالاش میدن، اون رو حساب نمیکنن. و واقعا تو این کشورهای خارجی 50-60% کل درآمد شما میره برای مالیات. همه جوره دولت‌ها دارن مردم رو ببخشید، به قول خود اون دودره میکنن میکنن، ولی خیلی تمیز دیگه، خیلی تمیز و شیک و مجلسی این کارو میکنن و تو گوش شهروندان هم میکنن آقا ببین آفریقا چطوره، ببین افغانستان چطوره، ببین آمریکای جنوبی چطوره. شما با هر اروپایی صحبت میکنی میگه آره ولی ببین ما خوب زندگی میکنیم، یعنی اینو کردن تو مخشون، ولی واقعا اینطوری نیست. اینا هیچ کدومشون تو حسابشون پول به عنوان پسنداز نمیتونن داشته باشه، مثل ایران که هر کسی میدیری عالم پول تو بانک باشه واسه روز مبادا برای خودشون. از طرف دیگه جناب مرتضوی، اینو دوست دارم اگر میخواین صحبت رو بذاریم برای کسی که بشنوه، دوستای ما در ایران میگن در عوض شما اونجا آرامش دارید. من به این دوستان میخوام این رو بگم که دوستان عزیز، من هر موقع ایران میام
نصف شب موتور رو بر میدارم و میرم تو خیابونا قدم میزنم و میچرخم با موتور. سراسر آرامشه. پس دلیل بیارامی خود مردم هستن، به دولت ربطی نداره. اونجایی که شما وای میسی طرف از اون پشت میاد میگه نون منو بده من برم، اون یکی کار منو راه بنداز من برم، همه من هستن در ایران. آقا دلیل نداشتن آرامش خودتون هستین، چرا میندازین گردن مردم؟ یکم نسبت به هم مهربان تر باشین، ببین در همون شهر چقدر آرامش میاد. اون وضعیت رانندگیتونه، اون وضعیت حرف زدنتون با هم دیگه، اون وضعیت بی احترامی کردن به همه. تو ادارات میرین اونجوری کم محلی به هم میکنن، البته الان خیلی بهتر شده. یعنی خداییش اینها رو هم آدم باید بدونه. از طرف دیگه مسائل و مشکلاتی که هست رو میگن بعد از انقلاب زیاد شده. جناب مرتضوی، ما قبلا اینترنت نداشتیم، زمان شاه هم طلاق زیاد بود، زمان شاه هم کلاهبرداری و دزدی بود، ولی اینترنت نبود. ما فقط از کوچه خودمون هم تازه نمیشناختیم، دو تا همسایه این ور اونورمون، یه خورده فامیلی خورده سر کار. امروز به خاطر اینترنت که شما یه خبر هزار بار میشنوید فکر میکنه خیلی بزرگتر شده. بله شدنش شده، ولی نه اینقدر بزرگ که مردم میگن. اینا چیزایی که ما همه رو باید در نظر بگیریم. با سپاس از شما و تمام زحماتی که میکشید، دوستتون دارم. خب دوستان، حرفای همایون حکیمی عزیز رو از سوئد شنیدید، ایراداتون هم گفت. همایون نگران نباش، آدرس تو به کسی نمیدم، وقتی اومد ایران میان اون موتورسیکلت هم خراب میکنن. واقعیت واقعا گفت، درست میگه. ما اگر یک کمی دقت کنیم وضع ما بهتر میشه. و اما دوستان، خبر مهم 24 ساعت گذشته در تمام رسانه های ایران ستیز در ارتباط با مذاکرات برجامه. اولا این بار دولت ایران واقعا یه حالی داد به قطر، مذاکرات رو کشید به دوحه. دوحه تبدیل شد به مرکز مذاکرات جهانی، چون قبلا در وین این کار انجام می شد. اونجا می دونه صهیونیستا جولانگاهشونه و خیلی از این صحبت ها تو جلسه ملسه درز می کرد بیرون اونا به هر حال. و ایران احساس کرد این دفعه میخواد در یه آرامشی گفتگو بکنه با اروپایی ها و به طور غیر مستقیم با امریکا. یادتون باشه اون موقع برجام وقتی امضا شد، حتی به این هتلی که برجام در اون امضا شده، خبرنگار نیویورک تایمز یک چیزایی در مورد اون هتل میگفت، انگار که مثلا این یه چیز بدیه. خب میگفت بس که آره، اینا در یه هتلی نشستن با هم مذاکره میکنن. اینو دیوید سینجر در نیویورک تایمز میگفت، قبلا هم گفتم در این هتل هیتلر یک شب خوابیده. خب یعنی چه؟ هتلو میخوان به جایی بکشن که اصلا این مرکز خیلی بدی، هیتلر هم اینجا بوده. در صدی که در همین هتل این خبرنگار اگر میخواست که واقعا به هتل یه حالی بده و به این جلسه، میتونست بگه آقا مورتساد معروفترین موزیسین جهانی، که کسی نیست مورتساد نشناسه، عروسیش در همین هتل بود. این ولد ازنا اونو نگفت، جنبه فرهنگی داره خوبه میدونی، ولی گفت هتلر هم میشم اینجا خوابیده. یعنی چه؟ هر مذاکره اینجا بشه مذاکره خوبی نمیدونه باشه. منظورش این بوده دیگه. ولی چرا موزارت نگفت که همه دوست دارن، هیتلر رو گفت که همه ازش نفرت دارن؟ خب این یک. حالا رفته دوحه. از صبح تا شب رسانه های ایران ستیز حرفشون اینه که آقا برجام، مذاکرات برجام بی نتیجه مون، چون ایران یه سری مسائلی رو عنوان کرد، درخواستایی داشت که مورد قبول قرار نگرفت، در صورتی که اونها درخواستی رو میز که قبلا آماده کرده بودن، ایران هم دیده بود فلان، گفتن همینو بپذیر. تمام تبلیغات اینی که آره ایران این کارو نمیکنه و روزانه نمیدونم 2300 میلیون دلار از دست میده، میتونست این پولا رو بگیره. یکی نیز به این ولدزنه ها بگه شماها چرا یک بار نمیخواین بگین ایران برجامو امضا کرد 2015، هرچی اونا گفتن قبول کرد، هرچی هم خواست در اختیارشون گذاشت، غنی سازی هرچی. خب چیکار کردن؟ آیا موافقت کردن اون چیزی که امضا کرده بودن به ایران بدن؟ تازه نه تنها اونو نکردن، تحریما رو برنداشتن، یک دیوونه دیگه
اومد به نام ترامپ، اصلا تحریم از برجام اومد بیرون، 1001 تحریم داده. خب ایران چاره ای داشت که غیر از این الان وایس سفت و محکم میگه آقا خواسته های من اینه، خب شما اگر میخواید برگردید برجام، این خواسته های من، اگر مهم غنی سازی، اگر مهم چیزایی که ایران داره انجام میده، شما نمیتونید بگید آره ایران یه سری درخواست های غیر برجام، خب شما هم درخواست های غیر برجام میکنید، میگید که ایران باید تمام چیزای نظامی و دفاعی خودش رو کنار بذاره. شما یک کشوری به من نشون بده که حاضر بشه این کارو بکنه. امکان نداره. بابا دیگه ما تو منطقه زندگی میکنیم. نگاه کنید خودتون دوستا، خبرها رو هم همه دارید. بدبخت سرهنگ قذافی هر چی اینا گفت باشه. چیزای اتمیش هم دو دسته تحویل داد. جریمه هر چی خواستن میلیاردها دلار داد. بعد من سرهنگ قذافی کجاست؟ حالا من کاری ندارم سرهنگ قذافی آدم خوبی بود یا نبود. من دیل کردن در حالت ضعیف شدن این طفلک، ضعیف شد، اروپایی ها ریختن سر کلش، الان لیبی رو به جایی آوردن که اصلا سگ صاحبش نمیشناسه، حتی شرکت های امریکایی نمیتونن دیگه اونجا کار کنن، بس که نارامه. خب ایران هرگز این اتفاق نمیافته در ایران. یا باید خواسته های منطقی ایران بپذیرن، ایران هم برمیگرده به برجام، برابر برجام هم انجام میده، ولی اگر انتظار بر این باشه روی تبلیغات آره مردم ایران دارن از گرسنگی میمیرن، این دولت نه آقا مردم ایران از گرسنگی نمیرن، درسته اینجا خیلی چیزا گرونه، من اینجا هستم دیگه، من الان اینجا دارم زندگی میکنم، ولی من هیچ کی را ندیدم که از گرسنگی بمیره. بنابراین بله بعضی کم دارن، بعضی زیاد دارن، بعضی اوور دارن، بعضی ماشاءالله تو این رستوران ها میرن رقم های بالا میدن، ما فقط میتونیم از بغل رستوران رد بشیم اینجوری بهتون میگم. بنابراین این تبلیغات کمکی نمی کنه. اون تحریم حد اکثری که خود رابط مالی توی مجلس گفت به نماینده ها، گفت ما امیدوار بودیم که این درست بشه، حرفایی که ترامپ میزد نه تنها درست از آب نیومد بلکه با شکست مواجه شد. اون شکست باعث شد که ایران بره سراغ غنی سازی که خودش دوست داره و تماسایی که خود الان ببین در سازمان ملل شدن 2-2، چین و روسیه از امریکا انتقاد میکنه که زیادی خواهی کرد، از برجام رفت بیرون، و فرانسه و انگلیس از ایران انتقاد میکنه که آره ایران این فرصت داره از دست میده. فرصتی نیست. شما اگه میخواید ایران فرصت از دست نده چرا قبول نمیکنه؟ پس بنابراین هیئت مذاکره کننده به ریاست آقای باقری کنی، هم باقری کنی که بارها گفتیم که با زنها دست نمیده، اونجا با مردم دست داده، میگه آقا میخواین این خواسته های ماست، حالا هر کی میخواد. اینا فکر کردم مثلا مثل قدیم اون خانم چی بود بندی شورمن رو بیارم، میگه من اول خواسته های منو ظریفینا قبول نمیکردن، من یه خود گریه کردم اونها کوتاه اومدن، این کتابش نوشته. و برای باقری کنی که نمیتونه این گریه بود، چون باقری کنی به صورتش نگاه نمیکنه. خیلی جالبه. البته بگذارم باقری کنی آدم یعنی آدم با پرینسیپل مذهبی دی، یا این مذهبی خودش هم میگه باورش هم همینه، چه در ایران باشه چه در خارج تغییر پیدا نمیکنه. به هر حال من همیشه هم گفتم ایران هرگز از مذاکره کردن نباید بترسه و از روی ترسم با کسی مذاکره نمیکنه. همین هم ثابت کرد تو قطر و مطمئنم که اونا برمیگردن دوباره، چون ایران میگه که آقا ایران میخوای در همین دوران آقای بایدن گارانتی کن که از امضات نمیری بیرون، اینا حتی اینم حاضر نیستند قبول کنن. خب ایران به چه مناسبتی قبول کنه؟ شما اگر راهشو میدونید به منم بگید، من که برجامو نخوندم، یعنی این قراردادی که رو میز اینا میگن ایران فرصت رو از دست میده، دلم میخواد اگه کسی اون قرارداد خونده باشه با من تماس بگیره ببینم چی تو این قرارداد هست که تو قطر به اینا نشون دادن گفتن ایران نباید این فرصت رو از دست بده. منم نمیخوام ایران هیچ فرصتی رو از دست بده، باید فرصتی باشه به هر حال. اما دوستان برمیگردم یه مقاله دیگه، این خیلی جالبه. دیروز پنجشنبه 30 جون
مقاله بود در روزنامه لس آنجلس تایم 30 جون 2022، دوستا برم بخونن. گندرسون این مقاله رو نوشته، میگه ببین کشور ما بزرگترین و مهمترین دموکراسی جهان، خب این امریکایی دیگه، حالا خودش تو لس آنجلس تایم اینو میگه، میگه سوپریم کورت، دیوان عالی کشور امریکا، با به هم زدن قانون سخت جنین که در 50 سال گذشته بر این بوده که زنها حق دارن اگر در اون حالتی که باردارن در اون موعد مشخص، یعنی در ماهای اول، اینا میتونن سخت کنن در هر ایالتی که هستن، قانون سراسری. گفتش که بله، سوپریم کورت اومد گفت نه، این قانون نمیتونه باشه، بنابراین زنها حق ندارن، اینو ایالت به ایالت تصمیم گرفته میشه. در ایالت‌های محافظه کار جمهوری خواه اصلا نه تنها حق ندارن، هیچ دکتری پرستاری حق نداره به اینا سرویس بده، برابر قانون دستگیر میشه. میگم ما این کار رو داریم اینجا میکنیم و دنیا داره میبینه که میگه ما داریم به دنیا نسخه میپیچیم ولی خودمون زیرش زاییدیم. اینا گندرسون داره میگه در لس آنجلس. حالا یه چیز خیلی جالبیشو مقایسه کرده، میگه که دیروز در زندان گوانتانامو، زندان گوانتانامو از زمان بوش شروع شده که آدما رو همینجوری جارو کردن آوردن اینجا که گفتن تروریست، حالا بعضیاشون ممکنم تروریست بودن، میگه یه شخصی رو به نام عبدالله، دیروز اهل افغانستان، میگه ما دیروز اینو آزاد کردیم. میگه از سال 2007 تا الان که ایشون در زندان گوانتانامو بود، یعنی در 15 سال گذشته، ما نتونستیم یک ادعا بر علیه این در دادگاه مطرح کنیم، یعنی پرونده ای نداشته، هیچ وقت دادگاهی هم نشده، 15 سال این بابا زندان بود، ما دیروز آزاد کردیم. میگه که این مثال آورده چون به ایران مربوطه، چند تا مثال آورده، این یکی رو من براتون میگم. میگه که جیسون رضاییان، رئیس دفتر نمایندگی روزنامه واشنگتن پست در تهران، ایشون دستگیر شد. میگفت 9 ماه طول کشید تا ایران رسما تمام ادعای خودشون رو در دادگاه بر علیه جیسون مطرح کنه. 9 ماه. میگه ما اون موقع گفتیم نه، ایران هر کی را میگیره بدون هیچ مدرکی، بیگناه و زندان میکنه، ولی اونا 9 ماه طول کشید. ولی در امریکایی که ما بزرگترین دموکراسی قانونمندی دنیا خودمون رو معرفی کردیم، 15 ساله که این مشت عبدالله افغانستانی رو زندانی کردیم بدون اینکه چیزی بر علیهش در دادگاه مطرح، پرونده ای نداشت که بیاریم تو دادگاه. گفت ما فکر میکنیم خیلی باحال و زرنگیم، ولی یادمون نره که دنیا داره ما رو میبینه. الان دیگه دنیایی نیستش که خبرها همینجوری بمونه، در دنیا ما رو دارن رصد میکنن و آبروریزی. الان میگه یکی را در همین مقاله اومده که از سال 2019 یک خانم ورزشکار رو در روسیه گرفتن چون حشیش تو کیفش بود، الان زندانه. میگه امیدوارم هرچی زودتر آزاد بشه، ولی روسیه براش حشیش و تشکیلات و به عنوان یه چیزی غیر قانون در اون کشور دستگیر شد، تو زندانه، مگر اینکه با یه زندانی دیگه از امریکا ما بتونیم تعویض کنیم، در غیر صورت نمیشه آزادش کرد. خلاصه این داستان جریان اینه دوستان، نمیشه یه بام و دو هوا. فقط بخوایم از ایران در شرایط به حساب بین‌المللی انتقاد بکنیم و جایی که از انتقاد، اون جایی که در این جایی که در این انتقاد، یعنی انتقاد مطرح میشه، شما باید اینا رو نگاه کنید، ببینید که کیا دارن انتقاد میکنن، از چه زاویه‌ای و از چه سابقه‌ای. جالبه که یه مطلب کوتاه، مسعود غنبرزاده، این دوست خوب ما که دیشب با من تماس گرفت، میگفتش که چون ایشون راننده تریلیری، خودتون یکی دو بارم نشون دادن، چون راننده تریلیه، این مطلب براشون جالب بوده که من مطرح کنم. آمارا رو من چک کردم، دیدم درسته. میگه در سال گذشته در ایالات متحده امریکا بیش از 49 هزار نفر بر اثر تصادف
اتومبیل در جاده ها کشته شدن، بیش از 49 هزار نفر. خب دوستان که از جاده های امریکا رفتن میدونن جاده های امریکا خیلی پهن و عالی و اتوبان و فلان اینا، خب نشون میده که اینا همه مشکلات راننده ها بودن. ولی اگر در ایران تصادف میشه میگه آره جاده های ایران بده، ماشیناشون خرابه، آقا امریکا دیگه این حرفا رو نداریم. حالا جالبه که مسعود میگفتش که در عین زمان در همین سال گذشته 50,000 نفر، یعنی بیش از 50,000 نفر به وسیله اسلحه در امریکا کشته شده. 50,000 نفر، یعنی بیش از تصادف اتومبیل. و جالبه که یه چیزی که مسعود به من نگفت اونم تو آمار بود، در سال گذشته بیش از 2,000 نفر هم که از خیابون رد می شدن صرفا رو داشتن تلفن رو چک میکردن، اونا ماشین بهشون خورده، شبکه CBS هم وقتی اعلام کرد اونا هم اونجوری از بین رفتن. برای چیزی که میخوام بگم دوستان، تصادف تصادفه و اگر میخوام ایراد بگیریم باید مقایسه کنیم و همیشه راه حل بدیم که چیکار بگیم. راه حل ما و دموکرات، البته دموکرات ها یک کمی الان وضعشون ناجوره، ولی در مورد اسلحه حق با دموکرات هاست. میگه آقا اسلحه به این سنگینی، به این قوی برای چی دست بچه های زیر 18 تا 21 ساله؟ اونا اقلا نمیتونم میگن اسلحه باید کلن بذاریم کنه، حالا میگن که نباید بذاریم، اینا باید چک بشه سابقهش اینا بعدن. ولی خب اسلحه دست هر کی باشه، چون امریکایی میدونی یه چیزی عجیبی در فکرشونه، میگه اگه اسلحه از ما بگیرن دولت ما رو کنترل میکنه. حالا چجوری دولت کنترل میکنه نمیگن. الان میگن 25% امریکایی میگن ما حاضریم اگر دولت به ما فشار بیاره اسلحه برداریم بریم به جنگ دولت. واقعا میشه با دولت جنگی؟ دولت بزرگترین اسلحه جان در امریکا، ولی من روی این فکرشونه. اونایی که طرفدار اسلحه هن، شرکت های اسلحه، این همه لابی و تشکیلات دارن، هرگز نمیتونن اسلحه رو از دست مردم بگیرن. میگن قانون اساسیه و این همه آدم کشته بشه مسئله نیست. میگن اسلحه آدم نمیکشه، مردم آدم میکشن. حالا نمیگن مردم با چی میکشن؟ با اسلحه. برای دوستان حالا دیگه در خدمتتونم، نمیخوام پرچونگی کنم، ان شاءالله بتونیم در خبرهای آینده بیشتر در خدمتتون باشیم. با ما میتونید تماس بگیرید، واتساپ ما هستج از سراسر دنیا، ایمیل ما هم همینطور. دفعه آینده سعی میکنم یه تلفن مستقیم هم در اختیارتون بذارم که مستقیما بتونید با ما در تماس باشید. به هر حال سپاسگزارم از وقتتون و سپاسگزارم از توجهتون، مهر و محبت همیشگی شما، پیام‌های زیبای شما، خوش آمدهای شما از داخل. و اینجا دوستان ما داریم حال میکنیم، سبزی و میوه در ایران در هیچ جای دنیا به اندازه ایران خوشمزه نیست. حالا این دیگه نه حزبیه نه فراحزبیه، این یه واقعیت. هر موقع اومده ایران میتونین حال کنید. به هر حال ممنونم، تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.